اکثریت در ایران سنی بودن. حالا که اکثریت دارن شیعه میشن، اینها علما و عالم و دانشمند شیعی ندارن. شروع کردن به وارد کردن علمای وارداتی از لبنان، از بحرین و جاهای دیگه. اینها آمدن، اینا ایرانی نبودن، فارسی زبان هم نبودن، آخوند شیعه بودن. پادشاهان صفوی پیش خودشون و مملکت به دست اینها دادن و کسانی که نه به ایران علاقه‌مندن، نه به فارسی کمی یاد گرفتن در حدی که بتونن با مشتریان ایرانیشون گفتگو بکنن. در مورد یکی از اینها که سید نعمت الله جزایری، او شرح حالش نوشته، میگه ما خبر شدیم که در ایران خلاصه وضع خیلی خوبه، من و برادرم راه افتادیم بیایم در ایران. فارسی نمیدانستیم، به ما گفتن قوم خویشاتون در فلان محل در شیرازن. اسم محل رو ما گفتن. ما دو تا برادر که کوچیکم بودیم این جمله رو تقسیم کردیم که مثلا مسجد فلان در کجاست. این دو کلمه شما میگفتیم به فارسی تو چون، و ما رو رسوندن به اون محل و این آقای نعمت الله جزایری از دانشمندان و علمای نام دوره صفویه شد. خیلی از چیزایی که شما در حکومت اسلامی میبینید و ما تعجب میکنید، اینا ریشه‌اش در این دوره است. شاه طهماسب اول به محقق چرکی که از همین علمای وارداتی بود بهش نوشت که تو به سلطنت از من سزاوارتری، که تو نایب امام هستی و من از جمله پیروان تو. در همین دوره بود که نظریه نیابت فقیهان از طرف امام زمان مطرح شد. همین مسئله‌ای که آیت الله خمینی از روز اول خودش با نسبت معرفی کرد. علما قدرت مطلق رو داشتن، چنان که در زمان شاه سلطان حسین ملا محمد باقر مجلسی اونچنان قدرت داشت که در تمام عزل و نهضهای مملکت مستقیما دخالت میکرد. شاه طهماسب که دوره اول زندگیش پر از فسق و فجور هست، ناگهان توبه کرد و خودش گفت من سیدم. اینا هم خانوادهشون سنی بودن. گفت یه شبی من حضرت علی رو در خواب دیدم و حضرت علی من رو فرزند خطاب کرد. حالا شما میتونید اینو ثابت بکنید که آدمی که خوابی رو میگه من دیدم راست یا دروغ؟ از کارهای جالب دیگرش این است که یک شبی امام زمان به خواب دید و امام زمان رو با لباس و پوشاک و وضعی که داره شهر داده که نوشتن داره. و یه وقتی به یک مردی خان احمد گیلانی نوشتش که همه مشکلهای دوران پادشاهی ما، یعنی من شاه طهماسب، چنان حل شده است که عقلای روزگار حیرانند. شما فکر میکنید که آقای دکتر احمدی نژاد خود گفتش که آقا ما مشکلات دنیا رو حل میکنیم؟ کاریکاتوری کشیده بودن که سران کشورهای مختلف خط کشیدن جلوش که یکی مشکلاتشون بگن. همچنین شاه طهماسب عنوان کرد، مردم به او نذر میکردن، آبی که دستشو میشست برای شفای درمان میبردن، و اگر چیزی مونده بود میخریدن. نماینده انگلیس به دیدارش آمد، دستور داد که زیر قدمهای نماینده انگلیس خاک بپاشند تا زمین از نجاست قدم کافر مسیحی پاک گردد. شاه سلطان حسین که دیگه معروف خدمت همه هست، این موقعی که بهش گفتن که آقا این خطری به وجود آمده، این افاقنه دارن حمله میکنن اینا، گفت بله ما کارهای دولتی رو دستور دادیم و خودمون هم مشغول تدارک دعایی هستیم که زنان و مردان بنشینن به نخود آیه بخوانند و اینها، و با این یک آشی بپزیم، زنان و مردان بخورن و به این جهت خطر افاقنه رفع میشه. در این دوره این امریست که امروز در ایران میبینید. در اون دوره علتش این بود که اینها شرابخانه ها رو بستن، مردم بیاستن شرابی میخوردن. حالا که شراب گناه اعلام شد، مسئله مواد مخدر و افیون علنی شد، چنان که یکی از پادشاهان یا دوتا از پادشاهان صفویه به علت کثرت استعمال همین مواد کشته شدند. در نتیجه ما مدیون شاه اسماعیل و سلسله صفوی هستیم که این وحدت سیاسی که تا امروز داریم و امیدواریم که حکومت اسلامی اینو حفظ بکنه، این مرهون همت اونهاست. ولی این به بهای این تمام شد که اینها مسائل زندگانی رو، مسئله زمینیان رو به عالم غیب پیوند دادن و این بعد از صفویه تا امروز ادامه داره و تا فرداها هم ادامه خواهد داشت. وقتی که در قانون اساسی مذهب رسمی شیعه 12 امامی اعلام شد، عملا اون چرا که شاه اسماعیل در 907 گفته بود ادامه عمل شد و این تا امروز اعتقاد ادامه داره. محمد علی شاه وقتی میخواست امور سیاسی مملکت اداره کنه، حتی وقتی میخواست مجلس رو به توپ ببنده، استخاره میکرد.
افتخارات من در ایران شناسی در ایران نامه سالهای پیش و در ایران شناسی در سالهای اخیر آب کردم. یه آخوندی بوده همتراز خودش که من میخوام اینجا مجلس رو فلان بکنم، او هم میدونسته که این چه چیزی دلش میخواد، جواب تایید میداده. بعد هم از اون تاریخ به بعد ما هممون مسائل سیاسی رو به عالم غیب پیوند دادیم. شما وقتی به عالم غیب میگی یا طرف میگی که آقا منهیان عالم غیب به من دستور دادن، یا حضرت علی در خواب من رو فرزند خطاب کرد، خب اینو شما ثابت که نمیتونی بکنی. توده مردم، عوام مردم در سراسر دنیا، اینها دنبال دو دوتا چهارتا نیستن، اینها دنبال نیستن که یکی که دو دوتا 1250 تا و دو دوتا مساوی یه، اینها کارشون رو از سر میبرن کلو. و حکومت اسلامی اگر شاه اسماعیلی نمی و اگر سیاست مذهبی اسماعیلیه نمی بود، شما اطمینان داشته باشید که نه در قانون اساسی مشروطیت مذهب رسمی شیعه اعلام می شد و نه آیت الله خمینی قدم به میدان میگذاشت. آیت الله خمینی دقیقا هوشیارانه قدم به جای پای اونها گذاشته. در کتابای درسی که بعد از انقلاب نوشتن می‌نویسی آیت الله خمینی رهبر دین و جانشین پیغمبر است. امام مانند پیغمبر یک رهبر کامل است، در علم و دانش و قدرت رهبری از همه بالاتر است. اینها هیچ کدومش ساخته شخص آیت الله خمینی نیست، سابقه 500 ساله از آغاز دوره صفویه به بعد داره. حتی فتحعلی‌شاه به علما میگفتش که آمان سرم شما سلطنت میکنم. علما بودن که اینو وادار کردن به جنگ با روس کافر و تمام 17 ایالت رو از دست داده. حتی در جنگ ایران و عراق هوشیارانه دولت اسلامی عمل کرد، تعدادی امام زمان به میدان جنگ فرستاده، بر اسبی سوار و نیزه ای و پرچم نصر من الله و فتح قریب و اینها میرفتن در جبهه های جنگ برای تقویت روحیه. که یه وقتی من شنیدم، جایی نخوندم، سند نیست، گفتن که صدام حسین اعلام کرده است که ما در فلان روز چند تا امام زمان اسیر کردیم. داستان چاه جمکران که حالا اینقدر در ایران های حوز میکنن، این سابقش برمیگرده به همه کارهای دوره صفویه. هیچ چیزی در حکومت اسلامی نیست که سابقش به اون دوره نرسه. البته اینها مقدار زیادی کارها رو با دنیای امروز تطبیق دادن. شیوه حکومت خیلی از نظر قدرت شبیه به شیوه کار کمونیستی. سوال باز همین است که آیا این وحدت سیاسی و تمامیت عرضی که ما به دست آوردیم و خیلی هم ممنونش هستیم و حضرت نگهبانی هم میکنیم، این به چه بهایی تمام شد؟ چنگیز و اینها آمدن کشتار کردن رفتن، تیمور آمد کله منارها ساخت و رفت، اما اون چه صفویه و شاه اسماعیل انجام دادن، این به چه بهایی تمام شد؟